سلوانیا با نصب حصار سیم خاردار در امتداد برخی نقاط مرزی خود با کروشیا از هجوم پناهجویان که به اروپا سفر می کنند جلوگیری می کند. سوریه. تلویزیون دولتی گزارش می دهد که اردو میدان هوایی نزدیکی ولایت حلب را تصرف و کارمندان نظامی آن را که مدت 2 سال در محاصره گروه دولت اسلامی بودند آزاد ساخت. روسیه. ورزشکاران روسی مشکل دوپینگ را تایید می کنند، اما از المپیک می خواهند که ورزشکاران آری از این مشکل را مجازات نکنند. افغانستان. مقامات گفتند بیش از 100 نفر در درگیری مسلحانه میان 2 گروه رقیب طالبان در ولایت زابل کشته شدند. افریقای جنوبی. 8 مأمور سابق پلیس به خاطر قتل راننده تاکسی اهل موزمبیق به 15 سال حبس محکوم گردیدند.